خانم ها آقایان به روی خط امشب تلویزیون صدای آمریکا خوش آمدید. امشب در این برنامه با شما و همراه شما از صنعت هواپیمایی ایران حرف میزنیم و در مورد مشکلات هواپیماهای ایرانی و ترس و نگرانی مسافران پروازهای این هواپیماها بحث میکنیم. اگه شما هم مسافر پروازهای هواپیماهای شرکت‌های ایرانی هستید، وقتی سوار هواپیما میشید چقدر احساس امنیت میکنید و در طول سفرتون خیالتون راحته؟ به ما تلفن بزنید یا ایمیل بفرستید و نظر خودتون رو با سایر بینندگان در میون بگذارید. نگار مرتضوی در طول برنامه نظرات شما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنه. مرسی. در طول برنامه میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستین از طریق ایمیل یا فیسبوک برنامه. آدرس ایمیل هست روی خط @voanews.com. اینکه نظرتون روی فیسبوک برامون بنویسین، facebook.com خط مبرب VOA talk. و شماره تلفن مستقیم برنامه 202-692-4376، منتظر تماس شما هستیم. خواهید در برنامه روی خط شرکت کنید، با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. اجازه بدید برنامه رو و بحثمون رو با دیدن فیلم شاهکار خلبان هوشنگ شهبازی آغاز بکنیم. این فیلم لحظه فرود اضطراری پرواز 743 مسکو به تهران رو نشون میده. چرخ جلوی این هواپیما باز نشده و خلبان شهبازی این هواپیما رو با مهارت هرچه تمامتر به زمین مینشونه، همونطور که در تصاویر مشاهده میکنید. اگه مهارت این خلبان نبود، باید احتمالاً شاهد مرگ 113 مسافر این هواپیما بودیم. فرسودگی هواپیماها بزرگترین مشکل صنعت هواپیمایی ایرانه. ایران در 3 دهه گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا نتوانسته ناوگان هوایی خودش رو تعمیر و نوسازی کنه. تحریم‌های آمریکا که این روزها سخت‌تر شده، صادرات قطعات و تکنولوژی ساخت آمریکا به ایران رو ممنوع کرده. ایران نمیتونه هواپیمای ساخت آمریکا رو بخره و نه حتی هواپیماهایی که ساخت کشورهای دیگری است که در اون از قطعات یا تکنولوژی آمریکایی استفاده شده باشه. محدودیت خرید هواپیماهای نو باعث شده که ایران از کشورهایی همچون روسیه هواپیماهای دست دوم بخره و سقوط مکرر هواپیماهای کهنه روسی ناوگان هوایی ایران رو به یکی از پرخطرترین ناوگانهای هواپیمایی جهان تبدیل کرده. همه اینها بدبینی مسافران رو به بار آورده. مسافران ایرانی سعی می‌کنند تا جای ممکن از سوار شدن به هواپیماهای ساخت روسیه در ایران خودداری کنند. گفته میشه که به دفاتر خدمات مسافرت و شرکت‌های هواپیمایی ایران دستور داده شده که از دادن اطلاعات در مورد نوع هواپیماها به مشتریان و مسافران خودداری کنند. به نظر میاد که تاوان روابط تیره و تار سیاسی ایران با جامعه بین‌المللی به ویژه با آمریکا رو مسافران شرکت‌های هواپیمایی ایرانی بیشتر از همه می‌پردازند. به نظر شما این وسط مقصر کیه؟ ایران، آمریکا و غرب یا هواپیماهای ساخت روسیه؟ شما حاضرید با ناامنی موجود خطوط هواپیمای ایران سوار اونها بشید و از شهری به شهر دیگه و از کشوری به کشور دیگه سفر کنید؟ و در طول برنامه آقای خلبان امیر کسروی، کارشناس امنیت پرواز و مدرس خلبانها با ما خواهد بود. شما میتونید که سوالات خودتون رو از ایشون بپرسید. آقای کسروی، به شما سلام میکنم در کانادا. درود بر شما، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور خدمت بینندگان عزیز، در خدمت شما. آقای کسروی، شما که متخصص هستید در این زمینه، به زبان ساده میخواییم با مردم راجع به صنعت هواپیمایی ایران صحبت بکنیم. خیلی کوتاه بفرمایید که چه عواملی مهمترین مشکلات صنعت هواپیمای ایران رو رقم زده؟
من فکر میکنم که از بعد از انقلاب ما البته میتونیم به آمار ارقام مختلف رجوع بکنیم و این بحث رو کاملا علمیش بکنیم و از حالت شعار و این چیزا خارج بشه، ولی مسائل بسیار مهم و عمده‌ای که وجود داره که صدمه به اصطلاح جبران ناپذیری برای مدت‌ها به صنعت هواپیمایی ایران زده، به اصطلاح مدیریت ناآگاه و عملکرد نادرست کسانی هستش که دستن در کار گرداندن این صنایع در ایران هستند، و البته این یک مسئله داخلیه که دنبال اون که همیشه چون سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی یک کشوره، در نهایت یک سری مسائل سیاسی هم اتفاق افتاده که در اون یک سری تحریم ها به وجود اومده که این دو عامل دست به دست هم دادن و شرایط صنایع هواپیمایی رو در جای قرار دادن که ما امروز اونجا هستیم. و بحث مدیریت و بحث مسائل سیاسی و تحریم ها کدوم ارجحیت داره در بروز این مشکلات عمده در صنعت هواپیمایی کشور؟ من فکر میکنم این دوتا غیر قابل جدا شدن از هم هستن، ولی به خاطر اینکه یکی اون یکی رو به دنبال خودش میکشه، ولی اونچه مسلمه اینه که اون مدیریتی که وجود داره میتونه تا مقدار خیلی زیادی مشکلات تحریم رو در مملکت ما به اصطلاح به صورتی اداره بکنه که صدمات جانی برای هموطنان ما نداشته باشه و یه مقداری ایمنی خاطر برای مردم به وجود بیاره، ولی این عمل انجام نمیشه. یعنی تحریم های اقتصادی اگر باعث میشه که نقص فنی در هواپیما به علت اینکه اینها مستعمل هستن به وجود میاره و یا ممکنه به وجود بیاره، این وظیفه به اصطلاح مدیرانه که این رو دقیقاً ببینن، از پیش ارزیابی بکنن و از به اصطلاح پرواز هواپیماهایی که ناقصه جلوگیری بکنن. آقای کسروی، یعنی شما الان رئیس کمیسیون ویژه تر اقتصادی در ایران معتقده که مشکلات صنعت هواپیمای ایران منحصر به تحریم ها نیستش و گفته میشه که ایران میتونه هواپیماهای دست دوم با مصرف 5 سال رو بخره، اما مدیریت وزارت راه اگر اشتباه نکنم بله از این کار منصرف شده یا از انجام این کار صرف نظر میکنه. نظر شما نسبت به این بحث چیه؟ ببینید شما توجه داشته باشید که نظام جمهوری اسلامی علارغم اینکه یک سیستم حکومتیه ولی منسجم نیست، به خاطر اینکه بر اساس یک اصول شناخته شده ای که استاندارد مشخصی داشته باشه جلو نمیره. خیلی تصمیمات لحظه‌ای شخصی و منافع گروهی در اون تاثیر میذاره، در نتیجه خیلی وقتا هماهنگی نیست. کما اینکه تو میز گرد اطلاعات در 25 اسفند سال گذشته که بعد از سقوط هواپیمای 727 در ارومیه اتفاق افتاد، اینا داشتن که میخواستن یه مقداری این مسائل رو به اصطلاح در ذهن مردم کمرنگترش بکنن، سوانه و به اصطلاح اون مکهای جانخراش مسافرین رو. اون روزنامه نگار از یک گروهی که از هواپیمای کشوری و هواپیمای ملی اومده بودن در بحث شرکت میکنن، بهشون گفتش که در عرض 30 ثانیه بیشتر از 2000 نفر مردم جونشون رو از دست دادن. این اتفاقاتیه که بعد از اینکه انقلاب به ثمر رسیده به اصطلاح بروز کرده. و ازشون میپرسید شما فکر میکنید که این بی‌اعتمادی و بدبینی مردم آیا دلیل واقعی ریشه‌ای داره یا نداره؟ یعنی شما ببینید که خود کارگزاران جمهوری اسلامی قبول دارن که یه سری کمبودا وجود داره و مردم بی‌اعتمادن و مردم بدبینن نسبت به صنعت هواپیمایی. شما وقتی سوار هواپیما میشید اولین چیزی رو که میخواید به اصطلاح از نظر ذهنیت درونی خودتون داشته باشید آرامشه، و وقتی که اینو ندارید با دلهوره میخواید سوار هواپیما بشید و در تمام مدتی که در هواپیما هستید با کوچکترین تکانی که بخوره احساس ناراحتی میکنید، خب خواه نخواه مسافرت نمیکنید با هواپیما. بله. طبیعیه. بله. و مردم هم به طور طبیعی خودرو رو به هواپیما ترجیح دادن. بله. و این عواملی که شما میبینید باعث شده که مردم به هر حال به طور طبیعی یک شناخت واقعی از صنعت هواپیمایی در ایران داشته باشند. بله، در طول برنامه به جنبه‌های